اگه دنبال کار تخصصی تو رشته فنی میگردین اگه مهندس مدیر پروژه معمار یا تکنسیان هستین دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید من به شاد هستم از مهندس مکانیک پی انج در اونتاریو از سال 2008 از ابتدای سابقه کاریم در ایران تو بخش پایین دستی نفت و گاز کار کردم حالا اونا که با صنعت نفت و گاز آشنان بخش بالا دستی میشه بخش حفاری و ارز کنم استخراج و همه اتفاقات تا قبل از پالشگاه و بخش پایین دستی میشه پالشگاه به بعد از بنزین و نفت و لوبکات و اینها تا چربیجات صنعتی و مواد پتروشیمی Uh, بار اولی که من این پریزنتیشن رو ارائه میکنم حالا دوستانی که من میشناسن بیشتر با سابقه کار من به صورت والنتیر در زمینه کاریابی و کلاس های کاریابی ای که برگزار میکنم آشنا هستن uh, تو این جلسه هم یه کوچولو درباره بحث کاریابی تو سنت نفت از همون تکنیک هایی که توی کلاس کاریابی خودم میگم میگم اینجا uh, همونطور گفتم این اولین بار ممکنه خیلی سراخ سنبه ها باشه که من تو این پرزنتشن در نظر نگرفتم یا لحاظ نکردم هر کامنتی سوالی چیزی هست لطف کنید بگید که بعد من بتونم هم جوابی بدم هم اگر نکتی رو جا انداختم بعد بتونم به این مجموعه اضافه کنم در خلال این پرزنتشن فکر کنم اگر سوالی دارید تایپ کنید که من ببینم و جواب بدم و اگر که در آخر سر سوالی میخواید مطرح کنید مطرح کنید که من پاسخگو با باشم و اگر هم که سوال خیلی فردی و شخصی من ترجیح میدم که تو این جلسه در موردش صحبت نکنم مثلا شما برای فلان شرکت خاص برای یک اپلیکیشنی فرم پر کردید حالا نتیجه نیامده یا اومده اون رو اگر اجازه بدید در مورد کیس خودتون مجزا صحبت کنید اسم پریزنتیشن من گذاشتم اولنگه از Past, Now and Future فکر کنم ما یه ساعت وقت داریم که صحبت بکنیم مطمئنا در یک ساعتی که ما حرف میزنیم من نمیتونم همه یه گذشته تاریخچه صنعت نفت کانادا اتفاقاتی که الان برش داره میفته و اتفاقات آتی رو بگم برای همین مطمئنا خیلی گپ هست مطالبی که من به میگم همشون دیتا پابلیک پابلیک دیتا هستن هیچ اطلاعات محرمانه خاصی ای درش نیست همش رو خودتون میتونید از طریق گوگل کردن چه بسا بهترش رو یا کاملترش رو به دست بیارید در انتهای این پرزنتیشن یک مشخصاتی تماسی من از خودم خدمتتون میدم اگر بعد از این جلسه خواستید بشینیم گپی بزنیم یا اطلاعاتی رو من براتون بفرستم میتونید از اون طریق با من در تماس بشید. Um, یه کوچولو در مورد صنعت نفت و گاز در کانادا ما صحبت میکنیم بعد میریم سراغ شرکت های موجود چگونه شرکت های موجود رو پیدا بکنیم آم, چگونه با انجمن های تخصصی نتورک بکنیم چه مشاقلی ما میتونیم بگیریم و چجوری نتورک بکنیم و در نهایت پروژه های آینده در کانادا چی هستند به طور کلی کانادا چهارمین صادر کننده نفت در دنیاست و چهارمین تولید کننده نفت در دنیاست سال قبل و در گراف سمت چپ اون پایین حالا امیدوارم که واضح باشه سالانه حدود پنج روزانه در حدود 5.5 میلیون بشکه نفت در کانادا استخراج میشه گراف سمت راست نشون میده که سونیم میلیون بشکه صادر میشه دو میلیون بشکه مصرف داخلیه از اون 3.5 میلیون بشکه نفت دو میلیونش مستقیما میره آمریکا و یکونی میلیونش از طریق ونکوور از طریق استان بریتیش کلمبیا در واقع صادر میشه چیز جالبی که هست و خیلی از دوستان نمیدونن این است که ما در کانادا 13 تا دو دونه استان و تریتوری داریم تو دوازده تا از این 13 تا ما فعالیت نفتی داریم یعنی فقط بحث ما این نیست که در آلبرتا نفت وجود داره در تمام استانها نفت و گاز به یک جوری به یک وسیله داره استخراج میشه و کانتریبیوت میکنه به این پنج و نیم میلیون بشکه در روز در کانادا در حال حاضر یه سری پایپلاین وجود داره این پایپلاین وظیفه انتقال نفت و گاز رو در کل کانادا داره یه کمی نقشه رو من گوشش میکشم بزرگتر بشه حالا شاید راحت تر بشه در موردش توضیح داد اگر مرز کانادا رو ما اینجا در نظر بگیریم که من حرکت میکنه میبینید تمام این خطوط قرمز و سبز در شمال این خط خطوط انتقال نفت باز هستن. و گاز هستند و توجهتون به این نقطه قرمز در اقیانوس آتلانتیک در واقع جلب میکنم که این سکوهای حفاری نفت هست و استخراج نفت کانادا هست در اقیانوس سمت شرق کانادا Uh, یه خط لوله یک کیستون پراجکت در حال صحبت و اجراست که uh, نفت آلاسکا رو بیاره تو سیستم پایپینگ نفت کانادا و منتقلش کنه از طریق جنوب آلبرتا و uh, به صلاح هم خط لوله‌ای که وجود داره یه جوری به سیستمی که در خط لوله‌ای که تو امریکا هست این هم پروژه هر پروژه کیستونی که از پروژه هایی هست که uh, در حال اجرا و بحثه اگه ما خیلی یه مقدار دقیق تر بخوایم وارد بحث شرکت ها بشیم در بخش حفاری آفشور یعنی دوستانی که رو سکوی نفت تو ایران کار کردن یا علاقمند هستن که رو سکوهای نفتی کار بکنن ما چهار تا دونه حوزه نفتی داریم در دو استان نووسکوشیا و نیوفانلند لابرادور در بخش سکوهای نفتی آفشور نیوفانلند و لابرادور حدود 4.5 درصد تولید نفت کانادا از اونجا استخراج میشه منابعی که نووسکوشیا هست کوچیکترن چهار تا کمپانی بزرگ تقریبا میشه گفت این چهار تا سکوهای در چهار تا اول فیلد رو در واقع ران میکنن شرکت پترو کانادا هاسکی اکسون موبیل و شیورون کالتکس تگزاکو کسایی که با هفت خواهرای نفتی آشنان میدونن که کالتکس و شیورون تگزاکو سه تا از اون خواهرها بودن که با هم مرد شدن اکسون موبیل هم دو تا دیگه بودن که با هم مرج شدن یعنی الان اون 5 تا تبدیل شدن به دو تا کمپانی و هاسکی و پترو کانادا هم که شرکت های کانادایی هستن این اویل فیلد ها توسط یک شرکت اسپانیایی از طریق ترانسپورتیشن دریایی و هلیکوپتری ساپورت میشن حالا کسایی که تکرار میکنم علاقه تو بحث آفشور و سکوی نفتی و چلنج که داره و زندگی کردن رو سکو و اینها تجربه کاری دارن و علاقه من هستن میتونن که من این سفر رو میذارم حالا میخواین عکس بگیرید میخواین اسمش رو یادداشت کنید مشخصاتش رو میتونید با این شرکت در تماس باشید حالا در مورد شرکت هم بعد صحبت میکنیم برای حالا کورت کال و جاب گرفتن و نتورک و اینها پس این چارت اویل فیلدیه که در حال حاضر تولیدات داره در کنارش هم کار حفاری اکتشاف انجام میشه که به ظرفیت اون منطقه اضافه کنه در شرق کانادا ما یک پلنت در واقع ریگاسیفیکیشن داریم که گاز مایع خریداری میشه میاد تو این شکل میبینید این وسل سمت چپ در واقع شمایی از مثلا یک کشتی هم کننده گازمایی است اسم پلنت هست کنپورت الینژی که در سنت جان لوکیشنش نقشه پایین تا حدودی نشون میده اگه واضح باشه اه، و اه، به من میگن من صدا رو ندارم ولی فکر کنم بقیه دوستان صدای من رو میشنم ولی که اگه صدای من رو نمیشنوید یه دونه خبری به من بدید بله صدای شما رو داریم اوکی میران شما یه دستی به مثلا میکروفونی ناد بزن تو نقشه پایین همینجور که میبینید اون علامت قرمزنگ تا حدودی محل این کنپورت الینجی رو نشون میده که در واقع توی نقاط شرقی کاناداست این تنها الینجی پلنتیه که ما در شرق کانادا داریم دوستانی که باز تو بخش الینجی اینا کار کردن میتونن می می اونجا کار رو انجام بدن این کمپانی در واقع جوینت ونچری بین رپسول و ایروین اویل که ایروین اویل کمپانی کانادایی سالانه ده میلیارد متر مکعب گاز از طریق این پلنت پراسس میشه و وارد شبکه گازی میشه که ما الان تو تور... اونتاریو و تورنتو و در مریتا ما اینا استفاده میکنیم پس این هم گاز اینم ماست در شرق کانادا اگر که نگاه بکنیم به تعداد ریک های فعال حفاری یا مناطق فعال حفاری در کانادا حالا این تاریخ چرا از سال 1977 تا 2021 ما میبینیم ولی در سال 2021 با توجه به افتی که کردش حدود 150 تا ریگ دریلینگ فعال هنوز در کانادا داره کار میکنه دوستانی که سر چاه کار کردن مهندس چاه بودن و مسائل مربوطش میتونن این کمپانی ها رو تارگت بکنن حالا در مورد اینکه چه جور تارگت بشم صحبت میکنیم در این دوازده استان و تریتوری کانادا ما سه،, سه, نوع تولید نفت داریم حالا معمولا به طور عمده وقتی با یه مدار بچه های قدیمی تر صحبت میکنی میگن که مثلا سنت نفت ریز رو خیلی داره و ما اگر بدونیم این سنت نفت از چه قسمت های تشکیل شده شاید بتونیم بفهمیم کدوم قسمت هاش سیفه برای کار گرفتن و کار کردن و کدوم قسمت هاش ریسکی مثل خیلی جاهای دیگه در دنیا تقریبا میگفت مثل همه جای دیگه در دنیا در کانادا یه سری چاهای نفت کانونشنال وجود داره به این معنی که زمین سوراخ کردن یک نفت در ابتدا با فشار گازی که روش بوده شروع به خارج شدن کرده حالا بستگی به عمر چاه هر چقدر که این فشار خروجی افت میکنه توی کربن کپچر پلانتا او و CO2 رو میگیرن تبدیل به گاز مایع میکنن تزریق میکنن هم جلو گرمایش زمین میگیرن همین که از اون فشار گاز استفاده میکنن تا چاه مرده رو احیا بکنن یا پروداکشن برسونن به سطح معمولی اوریج قیمت هر بشکه نفت که از چاه نفت کانونشنال در کانادا در میاد توی لوله برای کمپانی مثل سانکور حدود 11 دلاره. امروز شما اگر قیمت نفت خامو نگاه بکنید به حدود 78 یو اس دلاره که میشه تقریبا 93.4 دلار کانادایی. خب یه گپ خوبیه بین 10 11 دلار تا 90 دلار بر هر بشکه روزی مثلا 2 میلیون بشکه عدد نسبتا قابل توجهی از مارجین که اون کمپانی به دست میاره. یه نوع دیگه ای از استخراج نفت که ما در کانادا داریم. شاید شما تو فیلمه تگزاسی خیلی دیده باشید بهش میگن جک پام یا پامپ جک مذارت میخوام. این پامپ جک ها عکسشون رو من گذاشتم سمت پایین دست راست. یه چاهای کوچیکی هستند ولی اونقدر تعداد اینها زیاده که جمع جبری خروجیشون معمولا چیز خیلی جونداری از آب در میاد و میتونه یک نقش درصد بالایی رو در استخراج نفت کانادا داشته باشه نوع دیگه ای از نفت که در کانادا هست که تقریبا در هیچ کجای دیگه دنیا نیست بحث اولسنده یا نفتی که به لایه های بالایی زمین اومده و با حالا اون شن اون سنگ و کلوخی که وجود داشته آغشته کرده اونها رو خیلی جا هنوز به سطح زمین نرسیده این هلوش سال 2000 بود که البته از قبل میدونستن این وجود داره از سال 2000 شروع کردن آروم آروم برای استخراج این کار کنن روش استخراج هم در ابتدا این بود که مجبور بودن کل اون منطقه مثلا درختاشو بتراشند خاک رویی رو کامل بردارن خاک زیری که آغشته به نفت بود رو با هال های 120 تونی یا بزرگتر یا کانویر بلت اینو منتقل کنن به یه پراسسینگ پلنت تو پلانت اینو با بخار آب بشورن شن تمیز رو برگردونن خاک رو برگردونن و بعد درخت بکارن روش کل این فرایند یه هزینه داشت که قیمت نفت خام توی بشکه بو... رو در واقع بین 60 تا 70 دلار در میورد و در زمانی که قیمت نفت خام مثلا به 120-130 دلار رسیده بود توی دوره ای این پروژه ها بسیار بسیار پروژه های خوبی بودن چون بالاخره یه مارجین خوبی رو به اون شرکت سانکور در واقع که عمده بولسند کانادا رو در دست داره میدادن و همه خوشحال بودن پروڈاکشن جهت اطلاعاتون هم این سیستم در کانادا حدود 500 هزار باشه که در روزه یعنی عدد قابل توجهی بالای دنسن که 10 درصد تولید کانادا از اولسن میاد همونجوری که قیمت نفت شروع کرد پایین رفتن خب به یه بسیار شدیدی توی بخش اولسند اتفاق افتاد ولی در نهایت کمپانی شل تونست یک تکنولوژی جدیدی به بازار بیاره حفاری اوریب و افقی که الان از این تکنولوژی استفاده میکنن برای همین تولید ادامه داره علا اینکه این که الان مثلا شده بشکه 90 دلار 92 دلار هنوز اویل داره کار میکنه سیستم کارم به این فرمتی که دیگه به جایی که روی خاک رو درختار به تراشن خاک رو جابجا کنن این همه هزینه بکنن اینها این هم از تخریب محیط زیست و آب و اینها اینها میان از یک منطقه در حاشیه اون مخزن زیرزمینی که همش حالا شنه و نفت خام به صورت افق اوریب و بعد افقی زیر درختا سوراخکاری میکنن در سه لول مختلف بعد تو دو لول پایینتر بخار سوپر هیت تزریق میکنن و تو لول بالاترین لول مثل یه جارو برقی شروع میکنن به کار ساکشن و در نهایت این آب خب ما اینجا بودیم که در مورد این سرویس صحبت کردیم و الان اول که صحبت کردیم و میریم سراغ موضوع بعدی خب حالا این شد تاریخچه و داستان و حکایت پشت این سنو روش استخراج معمولا اتفاقی که میفته تو بخش اولسنده که ما تعداد زیادی اه، 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 چیز میبینیم لیاف میبینیم به خاطر اینکه مثلا اه، یه پروژه ای هست این پروژه با یه مارجینی داره کار میکنه قیمت نفت ده دلار میاد پایین دیگه مارجین برند نظر سرمایه گذار اونجا نیست برای همین لیاف میکنن توصیه من این است که دوستان تو صنعت نفت میخوان کار بگیرن توی بخش کانونشنال اویول ها یا پامپ جک ها اگر که بتونن نفوذ بکنن خیلی علاوه جاب سکیوریتی براشون بهتره تا اینکه تو بخش اویل سند برن این هم حالا یک موضوع خب حالا این کمپانی ها رو چطور پیدا بکنیم و چطور بریم سراغشون من نمیدونم اگر دوستانی تو جمع ما هستن که توی اون کلاس کاریابی شرکت کردن یا نه ولی ما دو تا دونه بیزینس دایرکتوری تو کانادا داریم یکی اسکاتس بیزینس دایرکتوری یکی مرجنت اینتلکت عموما اینا از طریق کتابخونه های محلی شما آنلاین در دسترس هستند اگر نیستند یا اگر نمیدونید اول از همه اگر عضو کتابخونه نیستین برین عضو کتابخونه بشین دوم دو از همه برید سوال کنید از اون مسئول کتابخونه که این اسکات بزنس دایرکتوری یا مرجنت اینتلکت رو دارن یا ندارن و سومی که بپرسید غیر از این دو تا آیا بیزینس دایرکتوری برای کانادا دارن یا ندارن حالا میخوایم ببینیم که این بیزنس دایرکتوری چه کمکی میتونه به ما بکنه ما من الان نمونهش رو براتون باز میکنم من الان دارم به صورت آنلاین از طریق کتابخونه وان با لاگین کردنی که حالا لاگین شده دیگه من و ساینات کنم دوباره لاگین کنم شما با طریق لاگین کردن با کد کتابخونه با کد کارت تو کتابخونه تون وارد صفحه اسکاتس بزنس دایرکتوری میشید این حدود این دایرکتور حدود یک میلیون شرکت رو در کانادا چه انتفاعی چه غیر انتفاعی چه دولتی چه تولیدی چه مدرسه چه گس استیشن همین رو اینجا لیست کرده کاری که شما میتونید انجام بدید این است که بیاید توی قسمت سمت چپ این سه تا دونه سرچ کرایتریا داره پیش خودتون اینجوری فکر کنید که یه فایل اکسل خیلی بزرگه که یک میلیون سطر داره و مثلا 80 تا دونه ستون داره و مشخصات تجاری شرکت ها اینجا نوشته شده بخش از این مشخصات مشخصات لوکیشن کدوم شهرن پستال کدش چیه استانش چیه بخشی از این مشخصات اسم و تعداد پرسونل و اسامی افراد و اگزیکیوتیو های اون کمپانیه بخشی از این مشخصات هم در مورد محصولات و کد فعالیت و نوع بیزینس و این هاست ما اگر میخوایم کمپانی های نفتی رو تو کانادا پیدا بکنیم کافی وارد این قضیه وارد این اسکاس بزنس دایرکتوری بشیم به عنوان مثال و روی قسمتی که نوشته NAICS یا North American اینداستری classification سیستم کلیک بکنیم حالا uh, NAICS چیه؟ NAICS وقتی کمپانی پامیشی میشه میره در اداره ثبت شرکت ها به قول ما در ایران و میخواد یه کمپانی رو ثبت بکنه یه سری سوالات رو جواب میده میگه مثلا من قراره که چوب بخرم چوبا رو ببرم بعد سرهم کنم کابینت بسازم یا مثلا قرار است که سیم و پیچ و مثلا میخوام اینا بخرم تابلوی برق درست کنم یا مثلا قرار است که محصولات تکستایل درست کنم یا نساجی درست کنم بعد از اینکه این, این سوالات جواب میده یه کد شش رقمی بهش داده میشه که شما وقتی این کد رو نگاه میکنید حالا چون ما داریم به طور اختصاصی در زمینه نفت و گاز صحبت میکنیم کد 21130 کدیه که اینها خودشون رو دسته بندی میکنن شما کافیه که هر ستای اینها رو استخ... اه... انتخاب بکنید و اینا رو سلکت بکنید و بیایید این دیتابیس یک میلیون خطی رو با این کدای فعالیت سرچ بکنید یا فیلتر بکنید حاصلش این است که 416 کمپانی در کانادا هستند که فعالیت اینها در زمینه استخراج نفت استخراج گاز چه به طریق کانونشنال چه به طریق غیر کانونشنال یعنی هم اویل سند هم به صورت پامپ جک اینجا لیست میشن Uh, تو قسمت ویو منیجر، تو قسمت سامری ویوی که تشریف ببرید اینجا مشخصات شرکت رو بهتون میده اگر موردی هست که جا افتاده مثلا دوست داشتید چه میدونم اسم شهر هم بهتون بده حالا سیتی رو داده مثلا اسم مدیرعامل شرکت رو هم بهتون بده به عنوان مثال تو تو سامری ویو اینجا میزنید که مثلا من میخوام اسم اگزیکیوتیف هم داشته باشم اسم مثلا مدیران شرکت رو هم بدونم و دگمه ویو رو میزنید این الان میاد و برای شما اسم مدیران شرکت رو هم اینجا لیست میکنه پس ما با داشتن کود 211.3.3 وزیر شاخه هاش اینجا من رو صفحه براتون گذاشتم 211.3.3 211.113 114 و 130 شما میتونید این دیتابیس رو سرچ کنید پس 416 شرکت به تو معرفی میکنه که میتونید میتونه بیس و مبنای کاریابی شما باشه همین خدمات رو از مرجنت اینتلکت میتونید بگیرید یا بزنس دایرکتوری های دیگه بستگی به اینکه کتابخونه محل سکونتتون با کدومش قرارداد داشته باشه خب پس شرکت ها رو هم دیدیم حالا یه مروری می کنیم بر آن چیزی که الان هست ما همونجه که صحبت کردیم یه سری آفشور سکوهای آفشور داریم تو اقیانوس در نیو برانزویک و نیو فانلند و لابرادور در سنجان یه دونه پلنت الینجی داریم که در مورد صحبت کردیم توی مونتریال کسایی که مونتریال هستن ما یه ریفاینری داریم که متعلق به شرکت سانکور نفت خام میاد اونجا و تولید سوخت و لوبکات میکنه و غیر در میسی اونتاریو همین بغل خودمون اچت سینکلر یه ریفاینری داره ولی ریفاینریش ورودیش لوبکات خروجیش بیس اول گروه دو سه و تری پلاس در واقع که ما اون ریفایندری رو به اسم ریفایندری پترو کانادا میشناسیم امروز ولی مالکیتش مال کمپانی اچ سینکلره تو نانتیکو که اونتاریو که جنوب همیلتون هست تقریبا یکم جنوب غربی همیلتون شرکت اکسون موبیل ریفایندری داره که اون ریفایندریش در واقع سوخت خروجی سوخت داره و لوبکات و بیس اول گروه یک Uh, تو منطقه سارنیا تعداد زیادی ریفاینری و پتروکمیکال پلنت داریم من به شوخی میگم مثل سوهانیای قم دیوار به دیوار پلنت پتروکمیکال هست یعنی شما این کارخونه که تموم میشه این پتروشیمی که تموم میشه پتروشیمی بعدی uh, شروع میشه uh, سرکت سانکور ایمپریال نوا، جی اف ال مکنزی نکسان انبریج، اکسون موبیل uh, کامرون پترولیوم اینها تعدادی از این uh, ریفاینری ها و پتروشیمی ها هستند Uh, توی ساسکاچوان و مانیتوبا ما بیشتر جک پامپ داریم uh, یعنی حالت کانونشنال و اویل ساند نداریم ولی تعدادشون بسیار زیاده uh, توی آلبرتا توی ادمونتون، کلگری، فورت مک اینا لوکیشن هستند که حالا ادمونتون و کلگری بیشتر دفاتر هستند ولی فورت مک اصل کار اویل سند و uh, به صورت فعالیت نفتی کانادا در فورت مک موری. Uh, توی بی سی ما سه تا دونه کارخونه ال داریم که باز uh, uh, گس رو لیکوید میکنن برای صادرات uh, گس هم با پایپلاین از آلبرتا میره تا بی سی uh, پلنت کیتیمت تیلبری و ترس اینها در حال حاضر uh, شرکت های فعال و صنعت فعال نفت و گاز هستند در کانادا Uh, از من خواسته شده بود که تاپ 10 کمپانیز رو براتون لیست کنم uh, این طبیعتا تو لیست uh, 416 تایی هم هست ولی حالا اگه بخوایم به،, به،, اختصاص نام ببریم um, این شرکت هایی که روی صفحه میبینید تاپ 10 شون هستن سنووز، سانکور، ایمپریال اول، ایمبریج، کانادا نچرال ریسورسز، پارکلند، تی سی انرژی، پمبینا، گیبسون و آرک ریسورسز. اینها ده تا از اه, کمپانی های بزرگ نفت و گاز کانادا هستند که حالا الزاما همشون هم مادر کمپانیشون کانادایی نیست مثلا ایمپریال خب امریکایی سانکور کانادایی انبریج کانادایی و حالا میتونید ببینید مثلا نشنالیتی هر کدوم از اینها به کجا برمیگرده ولی کلیت داستان این ده تا شرکت هم خدمت شما معرفی میشه یه لیست 142 تایی هم من در آوردم باز من نمیخوام همشو بخونم دیگه اه, Uh, ولی من فقط میخوام شما این ایده رو بگیرید که صنعت نفت و گاز صنعت بسیار بزرگیه در کانادا و اگر شما با, با روش معمول کاریابی که تو خونه نشستن و رزومه فرستادن دارید کار میکنید که حالا روشتون غلطه اون به جای خود اگر با اون روش کار نگرفتید احتمالا همه کمپانی ها رو تارگت نکردید اسم همه کمپانی ها رو نمیدونستید برای همه اپورتونتی ها اپلای و اقدام نکردید دوست دارم اون دلگرمی در شما به وجود بیاد که اقتصاد و صنعت بسیار بزرگه الزامن اجبارا همشون دانتان تورنتو نیستن حالا بچه هم که تو ایران کار نفت کردن هم تو تهران نبودن اکثریتشون خوزستان بودن یا اصلویه بودن یا بوشهر بودن یا ماشر بودن و حال در نقاط خارج از مرکز بودن و کار بسیار بسیار تو این سند زیاده فقط یه ریلوکیشن لازم داره که شما جابجا بشید حالا برای چه پوزیشن هایی میشه اپلای کرد و آم، آم، چه سرتیفیکیت هایی میخوایم کجا نتورک کنیم چه جور کنیم تقریبا برای تمام پوزیشن های مهندسی از پترولیوم دریلینگ رزروار پروداکشن پروسس کمیکال اینسپکشن پایپلاین انوایرمنتال مکانیکال الکتریکال تقریبا برای تمام پوزیشن های مهندسی این صنعت نیرو جذب میکنه اگر تو زمینه پراجکت میخوایم وارد بشین تمام لیول های پراجک، از پراجیکت کوردینیتور تا پلانر تا کاس کنترولر تا پراجیکت انجینیر تا پراجیکت منیجر حالا تو, تو, تو سطوح جونیور میدیوم و سینیور همه اینها نیرو جذب میکنن برای کسایی که تو کار پروژه و مهندسی نیستن دوباره من لیست گذاشتم اینجا طبیعتا خیلی حالا خوندنش راحت نیست از کار مالی تا کار پزشکی تا کار تعمیرات تا کار رانندگی تا کار آشپزی تا آزمایشگاه همه این پوزیشن ها پوزیشن که تو آگهی های مختلف این 416 تا شرکت یا آگهی میکنن یا توسط نتورکینگ برای جذب اون نفر مورد نظرشون فعالیت میکن چه سرتیفیکیت هایی نیاز دارید که وارد این صنعت بشید من قبل از اینکه این رو مرور کنم باتون دو دو تا اسلاید آتی رو همیشه من توصیه می کنم قبل از اینکه برید و برای گرفتن سرتیفیکیت اقدام بکنید یه چهار تا پنج تا جاب پست توی اون صنعتی که میخواین داخلش کار کنید که اینجا صنعت نفت گاز مورد نظره و توی اون پوزیشنی که میخوایم براش اپلای کنید برید جا پنج تا دونه جاب پست بخونید ریکارمنت ها رو در بیارید اگر رفتید مثلا در تا جاب پست خوندید توش نوشته بود که تو نقطش نوشته بود باید مثلا سرتیفیکیت ویمس داشته باشید خب برید بگیرید همینجوری علکی نره این سرتیفیکیت بگیرید بعد هم پولش رو دادید هم وقتش وقت براش گذاشتید هم بعض این سرتیفیکیت ها ممکنه شما رو اوور کوالیفای بکنه ولی به طور کلی تو بخش سیفتی یه سری سرتیفیکیت هست که نفت و گاز حسب اینکه شما تو چه پوزیشن و چه لوکیشنی سر کار میرید از شما میخواد بحث سرتیفیکیت سیفتی H2S برای گاز H2S که بسیار گاز سمیه به بعضی از پلنت ها از این گاز استفاده میکنن یا تو بخش شیرین کردن گاز یا پروسه های دیگه که دارن سیفتی فرس ایده که خب خوب آدم همجوری بلد بشه ولی بعضی از این پوزیشن ها از شما این رو میخواد پترولیوم سیفتی ترینینگ که یک ترینینگ سیفتی است اسپشیالی در مورد به طور خاص در مورد صنعت نفت ویمس هست ویمس یه ورک پلیس سیفتیه که آنلاین به 20 دلار شما میدید نیم ساعت میشینید یه ویدیو نگاه میکنید بعد یه امتحانی میدید میگیرید می خیلی مهمی نیست ولی تو بعضی از جاب پست در موردش سوال میشه کانفاید اسپیس اینتری ترنینگ کسایی که به دلیل شغلشون باید توی فضایی قرار بگیرن که مثلا اتاق اینا منظورم نیست توی مخزن یا توی یک فیلتر یه جایی که یک خروجی داره و کانفایند اسپیس محسوب بشه اینا ترنینگ باید ببینن که کارشون سیف انجام بدن فال پروتکشن ترنینگ برای کسایی که در ارتفاع کار میکنن اگه اشتباه نکنم بالای 8 فیت یا 6 فیت اگر شما کار بکنید باید فار پروتکشن ترینینگ ببینید و دستگاه هارنس داشته باشید و سیفتی سرتیفیکیتی که حالا این هم یه جورایی به بحث سیفتی رب داره برای کسایی که کار پروفشنال و تخصصی میخوان انجام بدن باز حسب نوع کار شما نیاز به سرتیفیکیت دارید حالا من پی او رو اینجا برای استان اونتاریو گذاشتم اگر تو استان دیگه میخواین کار کنین و جاپوس از شما میخواد که از اون استانی لایسنس مهندسی داشته باشی طبیعتا جای پی با یک تایتل دیگه عوض میشه ولی من خیلی رو همه استان ها فوکس نکردم برای اونه که تو زمینه پروژه و پروژه منیجمنت میخوان پیشرفت کنن بحث پی ام پی هست که پی ام آی صادر میکنه دوستانی که تو کار ولدینگ و اینجور مسائل میخوان جلو برن سی دبلیو بی یا ولدینگ سرتیفیکیت برشون کار میکنه اونایی که تو زمینه ریلایبلیتی و مینتننس میخوان کار کنن هم SDL Society of Tribology Lubrication Engineers سرتیفیکیت CLS رو میده هم نوریا سرتیفیکیت ML, MLT یک اینها میده اون هم در زمینه مینتیننس و ریلایبلیتی کار میکنه ما مثلا شرکت هایی هستن که در مورد STL CLS میگن برای پوزیشن های میگن شما یا کمیکال انجینیر باشید یا سرتیفیکیت سی داشته باشید یعنی در بعضی از شرکت ها اینو معادل کمیکال انجینیرینگ قرار میدن برای بچه‌ای که کار جیولوژی و جیوفیزیک و اینها انجام میدن ای پی جی هست که خب این هم باز تکرار میکنم اول برید ده تا جاپست رو نگاه کنید حسب اینکه کدوم استان دارید برای کار میگردید بعد اگر توی ریکوایرمنت ها و سرتیفیکیت ها و نیازمندی های اون شغل گپی دیدید بین خودتون و اون نیازمندی ها اون وقت برید این سرتیفیکیت ها رو بگیرید همینجوری نرید این سرتیفیکیت ها رو بگیرید که بعدا اوور کوالیفاید بشید اون کار رو از دست بدید کسانی که در مورد چاه حالا چه آفشور چه آنشور کار میکنن یه سری سرتیفیکیت مخصوص چاه نفت هست IWCF حالا من همه نمیخونم اینا رو میتونید بعدا خودتون یا گوگل کنید یا رو همین پرزنتیشن نگاه کنید یه کانادا اسوسییشن آف پترولیوم پرودیوسرز هست که ویل لایف تایم سایکل ترنینگ میده یه بخش از این ترینینگها ها مربوط به مهندسا و دریلینگ اپریشنه یه،, یه،, سری ترنینگ ها مال مثلا سپلای راست یه سریشون در مورد اون سیال یا اون فلویدی که دریلینگ فلوید سرتیفیکیشن در مورد اون سیال یا اون مادیه که برای حفاری استفاده میشه دارش دریلینگ سرتیفیکیت این همون قضیه کمپانی شل هست که دریلینگ اوریب و افقی داره ریگ تکنیشن سرتیفیکیت برای کسی که بر تکنشینی تکنیشنی توی ریگای حفاری انجام میدن و سیفتی سرتیفیکیت بیده فوکس هم که دیگه به طور کامل مشخصه که تمرکزش روی بحث آم، سیفتی در حین گریلینگ هست خب برای اینکه شما بتونید توی این سنف نتورک بکنید من توصیه میکنم که حسب نوع کارتون با یکی از این انجمن های تخصصی مرتبط با صنعت نفت و گاز جوینت بشید و داخلشون نتورک بکنید آم، اولین اسوسییشنی که برای بچه های پروفشنال uh, خیلی خوبه Canadian Association of پترولیوم Producers هست uh, این معمولا شرکت هایی که در زمینه حفاری تولید uh, برای نفت خام برای گاز و اینها فعالیت میکنن جمع شدن زیر سخمه من شاید یه توضیحی بدم حالا برای اسلاید بعدی هم بعد نیست که این توضیح بدم ببینید در کانادا حالا در امریکا هم تقریبا همینطوره سیستم تجارت این گونه است که ما یک گاورمنتی داریم که بالای سر همه ایستاده و بعد رو کف زمین هم همه شرکت ها قرار می گیرن. چه شرکت یه نفره چه شرکت صد نفره یا ده هزار نفره معمولا این شرکت ها به تنهایی زورشون به گاورمنت نمیرسه بعد دور هم جمع میشن یه سری گاورنینگ بادی تو اون سنف درست میکنن یا اسوسییشن یا یا سوسایتی یا هر چیزی که ما اسمش رو بذاریم و بعد توی این توی این گاورنینگ بادی که شرکت رو درست میکنن شما ترکیبی از شرکت ها و امپلوی اون شرکت ها رو میبینید که جمع میشن حالا در قالب جلسات ماهانه جلسات سالانه لوکال بورد کلاس های آموزشی ماهانه اینا یه سری فعالیت های داخل همون صنف خودشون دارن برای همین اگر که شما مثلا با این Canadian Association of Petroleum Producers وارد مذاکره بشید و عضو این مجموعه بشید به عنوان یک ایندیویدوال ممبر و اینها جلسه داشته باشن و شما تو اون جلسه شرکت کنید شما در واقع با ریپرزنتیتیو شرکت هایی دارید ملاقات میکنید که در زمینه حفاری تولید و فروش نشراگست کرود آل نشراگست لیکویز این کانادا فعالیت داره. یعنی شما صاف میرید سراغ کسایی که توی اون صرف دارن کار تخصصی میکنن و میتونن یا رئیس شما باشن در آینده یا همکار شما باشن یا معرف شما باشن به صورت یک شبکه نتورک به شرکت ها و افراد دیگه که زمینه تخصصی کار میکنن مجموعه دومش پترولیوم سرویس اسوسییشن آف کانادا باز اون دوستانی که تو صنعت تامین تجهیزات صنعت نفت کار میکنن از فلنج و بولت و نمیدونم دیافراگ و پمپ و کمپرسور و این حرفا اگر میخواین با کسانی که تو این سن فعالیت دارن نتورک بکنید بعد برید سراغ پترولیوم سرویس اسوسییشن آف کانادا کانادا انرژی پایپلاین اسوسییشن دوستانی که تو کار خط لوله بودن حالا تو ایران تو خط لوله گاز کار کردن خط لوله نفت کار کردن میخوان با هم هم لیول های خودشون هم تراس های خودشون هم سنف خودشون نتفرک کنن بعد برن تو کندر انرژی پایپلین اسوسیشن کندر سوسایتی فور آن ریسورسز این تخصصش در زمینه شیل گس و شیل اوله حالا اینم یه موضوع جدیدی هنوز تو کانادا ظاهرا خیلی رایج نشده به خاطر اینکه هزینه‌های زیاد یه هزینه‌های فرکچرینگ و اینجور مسائل زیاده ولی به نظر میاد که در آینده این هم یکی از مسیرهای تولید نفت و گاز در کانادا باشه ک انرژی Research Institute که خب مشخص کار ریسرچ انجام میده Society of Petroleum Engineers باز کسایی که مهندس نفت هستن و میخوان افرادی مثل خودشون رو پیدا کنن برای نتورک کردن SPE بهترین جاست و Canadian Gas Association دوستانی که مهندس گاز هستن پس برای نتورک کردن آم... برای نتورک کردن این از این اسوسییشن ها رو میتونید به سراغشون خب حالا من کوچولو بگم که سراغ اینا بریم بعد چی کار کنید اول اینکه به همین 5 تا 6 تایی که من لیست کردم بسنده نکنید شما میتونید لیستی طولانی تر از این پیدا کنید به طرق مختلف اول این طریقش این است که از طریق کول کال به افراد متخصص این لیست رو کامل کنید حالا کول کال داستانش چه یه مقدار مفصله ما در اینجا نمیتونیم در موردش خیلی وارد بحث بشیم میتونید از طریق لینکدین جستجو کنید افرادی رو با افرادی رو با در واقع بکگراند مشخصی در صنعت مشخصی پیدا کنید و اونها رو تارگت قرار بدید ببینید کجا عضون چه سرتیفیکیتی دارن یه سری لیست آنلاین هست کافیه که توی گوگل بزنید مثلا اویلنگس related associations in canada یا us حتی بعضی وقات اینا تو us هن و یه چپتری یا یک سکشنی در کانادا دارن و حالا دیگه ساده ترش هم می روزای این میزونه است که یه جوریه چت جی پی تو سوال کنید اونم براتون یه لیست میاد در نهایت شما با یک لیستی از 6 تا 7 تا 10 تا تون گاورنینگ بادی توی این سنف مواجه میشید که این گاورنینگ بادی ها مسئولیت این رو دارن که اون سنف رو رگولیت کنن یه سری ممبرشیپ قبول میکنن یه سری سرتیفیکیت میدن بعد شما برای اینکه اون سرتیفیکیت رو آپدیت و نگه دارید و به روز نگه دارید هر مثلا سه سال بار پنج سال بار دو سالیه بار بایستی که یه سری پوینت جمع کنید حالا مثلا برای پیو که الان پیک شده هر ساله بعد همیشه شما توی یه سری میتینگ ماهانه میرید و توی اون میتینگ های ماهانه است که شما میتونید افرادی رو ملاقات کنید که گفتم یا میتونن رئیس شما باشن یا همکار شما باشن یا بخشی از نتورک تخصصی شما باشن و شما رو منتقل کنن معرفی کنن به یک شرکت دیگه معمولا تو این جلسات لازمه که ما حرف بزنیم چه حرفی بزنیم بعد در موردش کتاب بخونیم دو تا کتاب من اینجا به تو معرفی میکنم نواز ست تا یکی فاین آرت آف همون کتاب دست راستی بالا و make your contact count که این هم در واقع به شما یاد میده که در این جلسات نتورکینگ چه بگویید چه نگویید یه کتاب دیگه هم هست حالا چون من خیلی دوستش دارم همیشه اسمش رو میگم 100 conversation for career success این هم بهتون ایده میده که وقتی با این نفر رو در رو میشید به طور برای کار تو کریرتون چه بگویید چه نگویید حالا چه به صورت در نتورک باشه کال باشه میخوای تکس به کسی بزنید یا هر چیز دیگه شاید یکی از راه های آسونی که بتونید این 6 تا 7 تا 10 تا ای که پیدا می کنید رو هشت و زوایدش رو بزنید و یکی دوتا خوبش رو انتخاب کنید تا بعد تصمیم بگیرید تو کدومش سرمایه گذاری کنید و پول برای ممبرشیپ بدید و واردش بشید این است که یه ایمیلی بهشون بزنید و ازشون بپرسید که هزینه عضویت ماهان سالانشون چقدره آیا ایندیویدوال ممبرشیپ اصلا قبول میکنن یا نه چون بعضی از اینا فقط کمپانی قبول میکنن آیا ممبرشیپ ایندیویدوال قبول میکنن یا نه چقدر هزینه داره آیا تو شهری که شما هستید مانسل uh, میتینگ دارن یا ندارن اگه دارن اتند اسپیچ و اینکه آیا تو این شهر لوکال بورد دارن و میشه باشون به با عنوان والنتیر کار کرد یا نه uh, بعد از اینکه این, این سوالات کردید و تصمیم گرفتید عضو کدومی که از این مؤسسات بشید حالا حسب اینکه اون شرح وظایفش چقدر به شما نزدیکتره چه آدم با کیفیت تری رو شما میتونید ملاقات بکنید اونجا اون موقع شما عضو میشید میرید داخل اون جلسه ماهانه شرکت میکنید این افراد رو میبینید حالا باز توضیحش مفصل بحث نتورکینگ خودش یه ساعت یه ساعت طول میکشه ولی به طور کلی شما پر پنج شیش دقیقه یک بار نفری که باش صحبت میکنید و عوض میکنید اطلاعات از افراد میگیرید حالا جزئیات بیشتری هم داره و در نهایت از اون جلسه که بیرون دو روز دیگه شروع میکنیم به همین آدمها زنگ زدن حرف میزنید رزومه میفرستید معرفی میخواید ازشون که شما رو معرفی بکنن به افراد دیگه و اینجوری نتورکتون رو گسترش بدید این موجب میشه که شما به هیدن جاب مارکتی که تو کانادا هست و صنعت نفت هم از اون مستثنا نیست خیلی راحت و زود دسترسی پیدا کنید من یه کوچولو در مورد جاب مارکت هم بگم در کانادا حدود ده درصد مشاغلی که هستند ادورتایز میشن یعنی اگر در صنعت نفت و گاز فرض میکنیم هزار تا پوزیشن هست فقط صد تای اونها به صفحه وبسایت شرکت ها یا لینکدین و این دید میاد 900 تای دیگه به صورت نتورک یا کیکیو میشناسه یا به صورت کولد کال پر میشه مشکل دومی که در کانادا این هست این است که اگه هزار نفرم باشن که بخوام برن تو صنعت نفت کار بکنن 900 تاشون نشستن تو خونه و فقط تمرکزشون روی اون 100 تا جاب پستی که ادورتایز میشه یعنی شما از همون لحظه که یک جاب پست رو میبینید با مقدار بسیار زیادی کامپتیشن و رقابت طرف هستید الان یه جابی رو میخواین اپلای کنید مثلا زده که چه میدونم 150 تا 200 تا 250 نفر اپلای کرد همون اول کار شانس شما زیر یک درصده مشکل سوم این است که بخشی از این مشاقلی که ادورتایز میشن تقلبی و جعلی هن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه شرکتی میت سایز بعد این میخواد به سرمایه گزارش نشون بده که ببینید من چقدر فعالم هی hey, میاد تونتون جاب پست میذاره شما هم از همه جا بیخبر هی hey, تونتون رزومه میدین اونم تونتون هیچکی استخدام نمیکنه Uh, نتیجهش این میشه که uh, شما دل سرد میشی میگی مثلا من تاله برای چل تا صد تا کمپانی اپلای کردم هیچ من مثلا هیچ که من دوست نداره هیچ که به من کار نمیده از اینجور داستان uh, حالا چطور میشه رفت سراغ اون هیدن جاب مارکت هیدن جاب مارکتی که 90 درصد مشاغل کانادا اونجا داره پر میشه ما برای اینکه به ایدنجاب جاب مارکت دسترسی پیدا کنیم دو تا روش داریم یک روش کولد کال هست یک روش نتورک روش نتورک ها الان تا حدودی من خیلی سر بهتون گفتم کتاباش هم نشون دادم کتابم یه بار دیگه نشون میدم این کتاب ها رو بخونید اون مؤسسات رو پیدا کنید ایمیل رو بزنید تصمیم بگیرید عضو بشید در یکی از این مجموعه ها ممکنه چه میدونم 300 دلار 400 دلار پولش باشه من میدونم برای بچههایی که جدید میان زمان ما هم همینطور بود دادن 300-400 دلار پول کار ساده ای نیست ولی رو خودتون باید سرمایه گذاری بکنید و مقید باشید که جلسات رو برید با آدم نتورک بکنید بعدش باشون فالو آب کنید صحبت کنید و از این شبکه نتورکتون استفاده کنید یه راه دیگه که ما اینجا توضیح ندادیم بحث کولد کاله این رو برید در موردش مطالعه کنید Uh, تو یوتیوب خیلی ویدیو میتونید ببینید حالا ویدیوهای منم در مورد کلاس کاریابیم هست uh, اون اصلا خودش نیم ساعت وقت میخواد که در مورد کولد کال و مشکلاتشو چه بگوییم چه نگوییم و اینها صحبت کنیم که اینجا جاش نیست ولی این دو روش میتونه در کاریابی رو برای شما توی کانادا باز بکنه خب حالا یه سری پروژه هم قرار است که در کانادا انجام بشه حالا اینا دیگه بستگی به سیاست دولت بعدی داره و کی کی خوشش میاد و کی به کی رای میده و اینها اگه نشد نمی بگین تو گفتی قرار بشه چرا نشد به حال این چیزی که پلن هست قرار است که در ایسکوس یه, یه ال پلنت جدید زده بشه علاوه بر اون که کن پورتی که بود یه یا... یازده تا دونه الینژی پلند قرار بود که در بریتیش کلمبیا ساخته بشه لوکیشنش هم مشخص شد مسئله این بود که بخش زیادی از این و زمین ها تو زمین سرخپوستا قرار میگیره و اونم برای خودش مشکلیه تا بشود از پسش بر بیان و این توافق بین دولت و محلی ها انجام بشه شل قرار بود دیدونه رو شروع کنه اونجا که خورد به همین قضیه سرخ و فلان متوقف شد مورد بعدی شل میخواد یه ریفایندری در بریتیش کلمبیا درست کنه برای تولید بیس اول گروپ تو گروپ 3، گروپ 3 پلاس که اون هم فعلا یک پروژه در دست اقدامه و پروژه بعدی هم یه خط لوله نفت خامه که خیلی ساله از زمان آقای هارپر قبل از آقای ترودو صحبتش بود که نفت رو از آلبرتا ببره به بی سی که ما چون الان کانادا یه جوره مجبوره که این دو میلیون بشکه رو بده به امریکا اگه نده ظرفیت خط لوله فعلیش اجازه نمیده که منتقلش کنه به بریتیش کلمبیا برای صادرات و این خط لوله جدید این ظرفیت رو ایجاد میکنه یه مقدار از این فشار دولت کانادا رو خارج میکنه ولی یه مقدار سیاست اینا پشتش فعلا فعلا نشده حالا انشالله که به زودی بشه ولی این هم در دست توصیه من این است که عضو بشید داخل این شبکه های خبری مربوط به اولنگ است من سه چهار تا از خبرنامه ها رو گذاشتم اینجا بخونید چه قرار چه, قرار چه اتفاقی بیفته چه پروژه را میفته چه پروژه قرار بسته بشه در آینده کاری شماست هر چقدر که توی مملکت روزنامه و خبرنامه و در بحث اقتصاد اینا بخونید کم خوندید این رو تو برنامه روزانتون قرار بدید و ببریدش جلو من پرزنتیشن هم تمام شد یه سری سوال داریم در چت اگر اجازه بدید ما میتونیم این سوالات رو از بالا بخونیم و بیایم پایین خب بعد حالا همزمان اگر کسی هم سوال داره میتونه دستش بیاره بالا و نوبت شو بگیره تا بگیره. سوال شده است که بینسازی ارشد ریاضی من نمیدونم پرسیدن که آیا با توجه به کار در زمینه بینسازی انرژی در کانادا این لایسنس موثر هست یا نه نمیدونم واقعا ما حالا باید ببینم این کار چی چی هست که بعد بتونم بهتون خبر بدم ولی در حال حاضر الان چیزی به ذهنم نمیرسه که جواب بدم همسوز نسوی اینا رو باید از همون پروینس که میخوایم کار کنیم بگیریم اگر سوالتون در مورد اون سرتیفیکیت بله ببینید شما قرار است که مثلا من و شما الان در تورنتو نشستیم قصدمون که مثلا بریم توی نووسکوشیا کار بکنیم میریم در تا جاب پست توی استان نووسکوشیا نگاه میکنیم میبینیم یه سرتیفیکیت یا یک لایسنس رو نام برده که یک گاورنینگ بادی تو خود استان نووسکوشیا داره اینو تولید میکنه ما بعد بریم اون بگیریم برای اینکه اونجا کار کنیم اگر بیایم مثلا یه چیزی در اونتاریو بگیریم که ولید نباشه در نووسکوشیا به دردمون نمیخوره پس اینو دقت کنید یه بار دیگه تکرار میکنم الکی نرین سرتیفیکیت نگاه کنید در صنعت و پوزیشنی که میخواین ده تا دونه جاب پست نگاه کنید ریکارمنتاش لیست کنید توانایی خودتون هم لیست کنید ببینید چه گپی وجود داره بین آنچه که شما امروز هستید و ریکارمنت بازار و این گپ رو پر کنید سوال بعدی گفتن که How is the woman contribution in offshore, آن oil and gas field? نمیدونم سوالتون رو درست میفهمم یا نه ولی اگر منظورتون این است که تو این صنعت حضور زنان چگونه است حضور زنان خوب است چه بگویم درصد ندارم ولی در بخش دفتری و در بخش ساپورت و پشتیبانی اینا که خیلی خوبه ولی حالا ممکنه سر چاه نفت به خاطر حالا اون بسهای فیزیکی و به سنگینی کار و اینا تعداد خانم کمتر باشه ولی در بخش اپریشن و مهندسی و پراجکت و اینها که وضعشون خوبه برای طراحان پایپینگ کدام گروه رو معرفی میکنید من هیچ گروه رو معرفی نمیکنم میذارم به عهده خودتون شش تا گروه برید نگاه کنید ببینید آبجکتیوا و تارگتاشون چیه کدومش به شما نزدیکتر کدومش میتونه شما رو در تماس با رئیس آیندهتون قرار بده ببینید مثال میزنم مثلا اگر که من بیام در اسوسییشن شماره دو پترولیوم سرویسز اسوسییشن آف کانادا خب این در مورد سرویس و سپلای مانیفکتورینگ که ساپورت میکنه آپستریم رو این توی این سنف کار میکنه خب اگه شما مهندس پایپینگ هستید طبیعتا حضور در این اسوسیشن برای کاریابی به شما کمک نمیکنه من فکر کنم اگه شما پایپینگ هستید حالا همینجوری فکر کنم کانادا اسوسییشن پترولیوم پرودیوسرز به نظر من خوبه و SPE هم خوبه شما پترولیوم انجینیر نیستید ولی اگر برید توی این سیستم میتونید با پترولیوم انجینیر هایی کار کنید که همکار شما هستن به عنوان دیزاین پایپینگ دیزاین زده که دو یو آرزونو اباد اول انگست دیزاین and انجینیرین sector منظورت شرکت های نمیدونم منظورتون چه یا آن میوت کنید بگید یا تایپ کنید ببینید منظورتون دقیقاً چه نوع شرکت هاییه چون چیزی که من گفتم الان oil and gas extraction استخراج ای پی سی ها یه رسته دیگه ای هستن ما یه سری کمپانی به نام انجینیرینگ سرویس داریم کد 541 اونها هم یه داستان دیگه ای هستن میشه این را انجام داد بفرمایید شما یه لحظه آن سلام بله منظورم همون ای پی سی بود یعنی کمپانی ای پی سی ما تو کانادا 314 تا دونه کمپانی ای پی سی داریم که اصلا کارشون جداست شما اگر بخواین میتونید دیست اونها رو از طریق همین اسکات بزنس دایرکتوری در بیارید یا به من تکس بزنید من لیستشو دارم براتون میفرستم روی اون اصلا کار بکن خیلی ممنون است آیش میکنم. کتاب رو هم که یه بار دیگه نشون دادم آقای احمد هم گفتن یه خلاصه از تعاریف کلی نفت و گاز نوشتن دستون درد نکنه این لینک رو حتما چک بکنید گفته شده برافته مثلا ما می خب گفتن سابقه کار ندارن چه راهکاری دارید اگر اجازه بدید من بعد رزومه شما رو ببینم من نمیدونم شما میگین سابقه کار ندارم یعنی احتمالا هم بعد بعد 23 4 سالتون باشه دیگه یعنی شما ارشد گرفتین پا شدین اومدین اینجا از ثابت ریسرچ دارید رزومه تونو رو برای من بفرستید من ببینم من حالا مشخصات تماس هم, هم میذارم اینجا که این رو شما برامون بفرستید منظومتون رو ببینم زدم What about association related to the project management بله در این زمینه صحبت کردیم شهر مجموعی PMI تو قسمت تخصصی که سرتیفیگیت PMP میده رو شما میتونید ازشون بگیرید البته میدونید که PMI معتبر ترین مؤسسه در زمینه project managementه یکی تو دو, دو دونه مؤسسه تر هم هستن که میتونید اون رو در بیارید خب در مورد مارکت پتروشیمی توضیح بدید مثلا مارکتینگ و پی آر پی آر نمیدونم چی یعنی پابلیک ریلیشن منظورتون احتمالا مارکت پتروشیمی ببینید شما برای مارکت پتروشیمی, پتروشیمی کافی پاشید برید در اسکاس بزنس دایرکتوری به جای اینکه بخش اکسترکت نفت رو که من انتخاب کردم انتخاب کنید بخش پتروکمیکالش رو انتخاب کنید بتون یه لیست شرکت میده اون لیست شرکت رو از طریق سامری ویو کپی پیست کنید بیارید بذارید داخل اکسل میشه فایل اکسلتون برای اینکه هم بتونید کل کال بکنید هم بتونید وبسایت ها رو ببینید برای کار حالا مارکتینگ و پی آر هم که یه بخشی از همه شرکت ها شاید دوست داشته باشه تو صنعت نفت هم به عنوان مارکتینگ و پیار کار بکنید گفتم برای کار در زمینه ماشینری چه لایسنسی میخوا شرکت های مرتبط اونتاریو کدام کدامه؟ منظورتون چیه یعنی تعمیرات پمپ و کمپرسور تولیداتش طراحیش این اگر یه کوچولو به من بگی جان شاید بتونم بهتر کمک کنم شرکت های مرتبط اونتاریو تشریف میبرید داخل اسکات بیزینس دایرکتوری کدش پیدا میکنید فیلتر میکنید شرکت ها رو در این اسکات بیزینس دایرکتوری برای کسایی که دنبال کار میگردن انون شب واجب چه برای کار در حوزه طراحی پایپینگ چه مدرک لایسنسی مورد نیاز است والا به خدا نمیدونم برید در بخش طراحی پایپینگ چهار تا دونه جاب پست پیدا کنید ببینید چه ریکوایرمنتی داره مثلا میگه بعد سیزر دو برد بشی یا سیزر یک برد بشی یه نرم افزاری بچهای پایپینگ دارن ظاهرا خیلی معتبر و مهمه براشون اگر اون بلد نیستید خب بعد برید یاد بگیرید الان یودمی در در بریتیش کلمبیا آنلاین کلاس سیزر دو گذاشته تخفیف هم داده شده 20 دلار 20 دلار کانادایی میتونین برین ثبت نام کنین سیزر دو مثلا لایسنس بگیرید برای کارتون. ولی من خیلی خودم رو برحضر میدونم از اینکه اسم یه لایسنسی رو بگم یا یک سرتیفیکیت رو بگم برای اینکه ممکنه شما تو اون لیولی که میخواین کار کنیم مثلا شما میخواین جونیور کار کنید اون لایسنس برای اینترمیدیت لیول باید باشه یا یا سینیور لیول باشه به درد جونیور نمیخوره برای بار پنجم شیشم میگم برید 10 تا دونه جاب پست نگاه کنید ببینید ریکارمنت های پوزیشنی که میخوایم براش اپلای کنید چیه توانایی ها و داشته های خودتون هم بنویسید فاصله این دو تا گپ رو شما باید پر کنید مثلا شما اگر به عنوان پراجکت کوردینیتور میخواین وارد یک شرکت بشید شما لازم نیست پی ام پی داشته باشید اگر برید پی ام پی بگیرید شما اوور کوالیفاید هستید پس بعد کار کنید شما میرید 10 تا دونه جاب پست پروژه کوردینیتوری میخونید هیچ کدومش ننوشته شما باید پی ام پی داشته باشید پس پی پی لازم نیست بگیرید برید سر کار پراجکت کوردینیتور بشوید بعد برید پی پی تونو بگیرید دیگه در این زمینه من نمیگم سوال بعدی گفته طراحی سازه های نفتی و پالایشگاهی سپ و آقا؟, آقا یا خانم اسفی من رزومتون رو بفرستید من ببینم بهتون بگم همینجوری نمیتونم بگم بعد ببینم که شرح کارتون وقتی نوشتید تو پالشگاه 17 سال طراحی سازه میکردید چی بوده یا اینکه به من بگید مدرک مهندسی چی هست آلبرتا هستم گفته شده در بخش پی اف دی پی انا ای دی کار کردم چقدر با این اسکیل کار پیدا کنم خیلی احتمال داره خیلی احتمال داره به شرطی که درست دنبال کار بگردید برای پی در کارگری خیلی اطلاع ندارم راست چه بهتون میگم مجموعه فناوران یه گروهی دارن در زمینه پی توضیح میدن من خودم پی اونتاریو هم ام یه مقدارم قدیمیه یه سری قوانین جدید شاید بلد نباشم شما رو گمراه کنم با بچه های فن... آقای مهندس امانی محمد میتونه بهتون خیلی کمک کنه از قسمت اکتشاف چیزی نگفتید والا اکتشاف یه،, یه خیلی کوتاه گفتم بهتون اینجا ما 150 تا دونه ریگ فعال داریم که در حال حفاری الان یعنی حداقل سال 2021 تعدادش این بوده حالا ممکن از 150 تا یه تعدادی به بازدهی و استخراج رسیده باشه یه تعداد هم بسته باشن و من سال 2022 2020 رو ندارم دیتا ولی Uh, همه این 416 تا شرکت بزنین فایلش یه لحظه باز کنم ببینید این فایل 416 تا شرکت که من گفتم uh, از توی چیز گرفته میشه از توی اسکات بیزینس همه این 416 تا شرکت تو کار استخراج حفاری و اکتشاف نفتن یعنی شما میتونید بر اساس پستال کد یا استان یا شهر بذار من یه انجام بدم ببینید من برمیگردم توی سرچ ریزالت اینجا این کارم انجام بدیم بعد نیست خب من گفتم یه بار دیگه نوس امریکن اینداستری کلاسفیکیشن سیستم کد 211 صفر این ستا رو انتخاب میکنید سلکت میکنید میرید توی سرچ بهتون میگه 416 تا حالا شما میگی من آلبرتا هستم میرید توی قسمت پروونس آلبرتا رو انتخاب میکنید میگه 416 تا 278 دونش در استان آلبرتا است درسته پس شما میتونید حالا مثلا بگی که من شرکتایی رو میخوام که مثلا دیگه یه نفر دو نفر نباشه مثلا 25 نفر حداقل پرسونل داشته باشه میاد میگه 90 تا کمپانی هست که حداقل 25 نفر به بالا ش... پرسنل داره و همشون تو استان آلبرتا یعنی شما اینطوری میتونی این شرکت ها رو فیلتر کنی و برای کولد کال و برای نتورک و ها ازشون استفاده کنی خب ما دارده. در خصوص ایستگاه های تقویت فشار گاز و کار با گاز اطلاعات بده ببین ایستگاه های تقویت فشار گاز رو همون شرکت های پایپینگ اگه خاطرتون باشه گفتم اینجا بهتون که این نقشه رو اگه نگاه کنیم شرکت پایپینگ همه مشخصاتشون داخل اسکات بیزینس دایرکتوری هست تمام این خطوطی که بالای این موس من قرار میگیرن قرمز و سبز و آبی و زرد اینا واسه خط نفت و گاز هستند در کانادا و همه اینها همه ایستگاه تقلیل فشار یا ارتقای فشار رو دارن پس همین شرکت ها رو میتونید پیداشون کنید و باشون در تماس باشید خب سابقه کار در کمپانی ایران چقدر مؤثر برای کار گرفتن بالاخره شما تجربه رو داشته باشید شما اینجا به صورت جونیور میرید سر کار و من میدونم مثلا خیلی ها 10 سال 15 سال الان دوست نوشته بودن 17 سال کار کردن دیگه ولی باید رزومه رو یه جوری بنویسیم که پوزیشن رو تقلیل بدیم و خودمون رو به عنوان جونیور وصل بکنیم به بازار کار در واقع پس بله کار کردن در کمپانی ایران برای کار گرفتن اینجا موثره فقط بعد رزومه رو با دقت نوشت که آدم اور کوالیفای نشه و برای جونیور بتونه کاری رو شروع کنه اگر بخوایم کارگری اگر بخوایم کارگری کار کنیم سر چاهای نفتی بهتره برن در استان اونجا بگیریم اگر بخوام کارگری کار کنیم سر چاهای نفتی بهتره بریم در استان اونجا کار نمیدونم منظورتون چیه ولی اگر در کارگری از این کار میخوام پاشیم بریم فورت مکموری فورت مکموری بسیار بسیار علاوه کار غنیه و میتونه کمک کنه پی انج رو در استان اونتاریو میتونم براتون توضیح بدم ولی در استان کلگری و آلبرتا بلد نیستم آی مهندس امانی خیلی میتونم بهتون کمک کنم یافتن موقعیت کاری در صنعت 2020 -20 -20 -20. در مورد یافتن موقعیت های کاری در این صنعت بی سی تو اوکی. ببینید در بی سی روش, روش کاریابی ما مثل کلگریه من کافیه بیام این پراونس رو از آلبرتا وردارم بذارم بیوتیش کولومبیا و این تعداد رو هم بردارم از اینجا حالا به تو میگم چرا این تعداد رو ورمیدارم ای بابا نمیره. خب. ببینید میگه 24 تا کمپانی در کلگری هستن که تو کار اکتشاف استخراج نفتن. یه چیزی را ما در مورد این دیتابیس اسکات باید بدونیم. این دیتابیس اسکات اطلاعاتیه که داو طلبانه توسط این شرکت ها در اختیار اسکات بیزنس دایرکتوری قرار داده شده. این این دیتابیس 100 درصد کامل نیست یعنی شاید میشه گفت بین 85 تا 90 درصد کامل یعنی ممکنه شما فردا روزی تو خیابون را بریم به اسم یه شرکت بخوریم. بیان اینجا بگردیم پیداش نکنین خصوصا که ممکنه خیلی از شرکت استارتاپ یا شرکت‌هایی که امسال شروع کردن توی لیست اسکاس بزنس دایرکتوری ما نباشن پس این یه موضوع موضوع دوم که یه سری از این اطلاعات مثلا اسم مدیرعامل میزان درآمد تعداد پرسنل اینها ممکنه صد درصد با اون چیزی که الان هست سازگار نباشه برای همین من اون تعداد برداشتم اینا بیشتر یک رول آف تام به شما میده که حدودی این شرکت چیکار کار میکنه و چه وضعیتی داره برای همین در بریتیش کلمبیا اگر کار میخواین تو همین زمینه شروع کنید تو اسکاس بیزنس دایرکتوری گشتن بعدم گفت چیزی گفته بودیم، چی گفته بودین ببینید مدیریت پروژه با احترام به حضرت عالی به شما پراجکت منیجمنت اینجا پوزیشن نمیدن مگر اینکه اینجا شما پراجکت کوردینیتور شروع کنید بعد یا پی ام پی دارید بعدا پی ام پی تون رو رو کنید یا اینکه برید یه پی ام پی بگیرید و بعد جونیور پراجکت منیجر بشید و بعد برید پراجکت منیجر بشید اینکه ما بگیم شما روز اول از ایران اومدید پراجکت منیجر بودید اینجا بهتون پراجکت منیجمنت کار میدن اینجوری نیست برای یک کیمیکال گس انجینیرینگ واسه کار در زمینه توزیح و لوله کشی گاز در منطقه شهری چه توصیه ای میکنه <applause> لوله کشی گاز دیگه خیلی اینور و اونور انجام نمیشه مگر اینکه ببینید لوله کشی گاز به اون معنا که تو ذهن ماست مثلا چندین کیلومتر لوله کشی دیگه انجام نمیشه اینجا شبکه گذاری شده ممکن ازش انشاب بگیرم برای یه مثلا یه یه جایی رو توی مثلا ریچمون هیل دو کیلومتر در دو کیلومتر برای دیولپمنت باز میکنم ولی تنها خط لوله ای که الان کیستون هست که اون داره انجام میشه و اون خط کذایی بین آلبرتا و سی من خط لوله گاز دیگه سراغ ندارم برای مشاقل مثل نظارت پایپین که دوزه اجرای پایپین راکت بودن کدوم پروژه ها خانم نسیم پروژه های اجرایی و نمیدونم منظورتون چیه راکت بودن پروژه اجرایی رو یه کوچولو بمیگین منظورتون چیه ولی به وبسایت همون 416 شرکت که رجوع کنید و پروژه هاشون رو نگاه کنید میتونید انتخاب کنید که برای کدوم از اینا میخواین درگیر بشید آیا ما ساخت ببینید برای پروژه کوردینیتور در هر صنعتی کار هست Uh, شما فقط چند ببینید پروژه کوردینیتوری شما میتونید از یه صنعت پرید به یه صنعت دیگه میتونید از صنعت نفت و گاز برید صنعت ریل برید صنعت آی تی برای اینکه شما uh, چیزی که دارید جابجا جا میکنید یه سری اسکیلز دارید جابجا جا میکنید درسته uh, پس بله برای مهندس عمران دست مسابقه کار پروژه کوردینیتور گاز هست ولی سوال چرا یه مهندس عمران نمیره در یه شرکت عمرانی پروژه کوردینیتور بشه علت اینکه شما صنعت نفت و گاز رو تارگت کردین چیه شاید بهتر باشه صنعت کانستراکشن برید که براتون آشناتره 15 سال سابقه در صنعت پتروشیمی دارم okay. 15 سال سابقه در صنعت پتروشیمی در زمینه بازرسی دارم بازرسی چی مثلا بازرسی جوش بودین اینو به من یه چیز بگید من احتمالا یه سال از آقای محمد کردم ایشون نوشتن تعمیرات البته برام بالاتر ببینم ساراغشون چی بوده من چی گفتم که نوشتن تعمیرات حالا بعد آقا به این قضیه تعمیرات شما رسیدگی می‌کنم من های مخصوص هر صنفی رو چطور میشه پیدا کرد عرض کردم ببینید از طریق کولد کال استفاده از لینکدین سایت‌های آنلاین و یا چت جی پی تی من شش تا ویدیو نیم ساعته روی یوتیوب دارم اگر خواستید میتونم بهتون لینکش رو بدم اونجا تو, اونج... تو اون لینک ها آموزش میدیم که این انجمن تخصصی رو چطور میتونید پیدا کنید حالا من این چون بحث نفت و گاز بود من خودم یه تعدادی رو پیدا کرده بودم اورده بودم اینجا گذاشته بودم ولی از طریق این چهار تا روش میتونید انجمن های رشته های دیگر رو هم پیدا بکنید اوکی. خب تمام نخیر همچین دایرکتوری برای انجمنهای مخصوص هر صنعتی وجود نداره فکر خوبی حالا شاید یه روزی شما این رو انجام بدید بیزنس خوبی میشه تدارکات در حوزه نفت قربان تدارکات یعنی به عنوان کارمند تدارکات یعنی پرکیومنت و این حرفا که خب لیست 416 تایی رو دارید برید سراغش اگر به عنوان شرکت های تدارکاتی میخواین بهترین کار براتون مراجعه کردن به این پترولیوم سرویسز اسوسییشن of کاناداس شرکت های تدارکاتی اینجا لیست شدن میتونید درشون بیارید اخبار مخصوص هر صنعت هم راهنمایی کنید ببینید حالا اخبار صنعت رو که من گفتم اینجا چیه شما کافیه مثلا چه صنعتی مثلا صنعت چوب و کاغذ میخوایم بزنید برین گوگل کنید که مثلا پیپر اینداستری نیوزلتر صنعت مواد شیمیایی میخواین بزنید که کیمیکال اینداستری نیوزلتر دارو میخوایم فارماسیوتیکال industry نیوزلتر بهتون 4 پنج تا دونه آپشن میده وارد میشین رجیستر میکنین هر هفته یا هر روز براتون یه خبرنامه میاد اینا دیگه راحت قابل انجامه گفته شده نرم افزار حالو برات هستم چند سال پنج کردم هیچ شما یا هر کس دیگه ای، میلاد یا هر کس دیگه ای دوست داره رزومش رو بفرسته بفرسته من نگاه میکنم ولی توصیه من این است که شما اول اون سه ساعت ویدیو رو ببینید توی و... توی اه... یوتیوب فناوران یه نسخهش هست اه... به نام خود من آنلاین تو یوتیوب هست ببینید بعد رزومه رو بفرستید یه مقداری پخته ترش بکنید که راحت تر بتونیم کار رو پیش ببریم سارا هستم برای من اکمه کنم Uh, ببینید مدرک پی اینج برای کسایی که کار مهندسی میکنند مهم است بله درسته um, با برنامه اس ای پی سیف ای تابس شما آیا مهندس سازه با همین برنامه کار میکنن خانم سارا نمیدونم توصیه میکنم تشریف ببرید چهار تا پنج تا شیش تا دونه uh, جاب پست برای همین پوزیشن هایی که گفتید نگاه بکنید ببینید ریکوایرمنت این هست که آیا این برنامه ها رو باید بلد باشن یا نه من الان نمیدونم مثلا با سازه ساز عمران تو پالایشگاه بچه نرم افزاری بلد بشه ولی اگه به من بگید من میگم جا پستشی که نگاه کنید اونجا نوشته ریکوایرمنتش هست اگر تو ریکوایرمنت نیست شما نباید برید دنبالش یه در مورد پی انج بگم ببینید ما در مورد پی انج اگر شما به عنوان جونیور مهندس جونیور میخوایم برین سر کار شما پی انج لازم ندارید یه زمانی ای تی میدادن در استان اونتاریو حالا ای تی رو برداشتن سیستم شمست شده ولی شما نیاز نیست که پی انج باشید برای مهندس جونیور اگر تو جاب پست نوشته که شما باید پی انج داشته باشید وقت برید دنبالش اگر تو جاب پست نوشته که باید الیجیبل یا این پروسس باشید برای پینج پی اون وقت برید دنبالش ولی همینجوری وقت و پول انرژیتون رو نذارید برای ببخشید سلام سلام من هم سارا هستم یه سوال خدمتون نه میگم الانی که من بعد از 17 سال حالا کار تو ایران اومدم اینجا پینج پی رو بگیرم بعد دنبال کار بگردم نخیل. یا نه اصلا شما, شما اول ببینید به نظرم میاد که شما مثلا صنعت رو الان انتخاب کردید گفتید صنعت صنعت نفت بار. تا اینجا قضیه خیلی خوبه بعد شما الان بعد بگی خیلی خوب من من میخوام به عنوان جونیور انجینیر برم سر کار یا سینیور انجینیر من میفهمم که شما دوست دارید سینیور برین سر کار هم حقوقش بالاتره هم هم بالاخره شما تجربیات خیلی زیادی دارین ولی مارکت درست. به ذات و کماف ساکن به شما به عنوان سینیور اعتماد نمیکنه پس بعد برین جونیور خب وقتی میرین جونیور دیگه شما پی انج لازم نداری. نمیخوا. الان نمیخواین ولی در مقطع بعدی میخواد مرسی کردم گفتن که رکورد تونستم بیا میتونم رکورد میتونم داشت قرار شده این داره ضبط میشه دیگه قرار داخل یوتیوب فناوران گذاشته بشه بله جوابش هم داده شده مهندس شیمی گاز با ده سال سابقه بازرسی لولکشی پیمان کارگاز چطوری کار بازرسی لولکشی گاز پیدا کنم به به خیلی هم عاله بازرسی لولکشی گاز رو از شرکت های 416 تایی که داریم شما باید اونجا برید وبسایت ها رو نگاه کنید اونایی که تو زمینه پایپلاین گاز کار میکنن انتخاب کنید با اونها شروع کنید مکاتبه مذاکره کردن الان شما یک یک بیس یک اینفراستراکچر در خی... اختیارتون هست همون 416 تا من اینو براتون میفرستم چون شاید خیلیاتون دسترسی نداشته باشید به اسکات فقط خواهش میکنم به من توی تلگرام یه تکست بزنید من این پرزنتیشن و این فایل 416 تایی رو براتون میفرستم کارتون رو راحت‌تر میکنه ولی شروع کنید اینها رو دونه دونه نگاه کردن شروع کنید رتبه بندی کردن یک دو سه شرکت هایی که خیلی به شما مربوطه رو عدد یک بدید شرکت هایی که متوسط بهتون مربوط عدد دو بدید شرکت هایی که ای حالا شد شد نشد نشد عدد سه بدید بعد اینها رو میتونه دونه دونه تو لول های مختلف بررسی کنید و برای کار استفاده کنید Offshore Safety Advisor with Valid certificate for Looking for بله از لیست 416 تایی برید شرکت های Offshore رو پیدا کنید ببینید بهتون گفتم چهار تا دونه اویل فیلد ما داریم آفشور هستن اینا اسماشونه شرکت هایی که اینا رو اپریت میکنن رول آف تام اکسون موبیل سانکور هاسکی و حالا سانکور همون پترو کانادا یه جورایی و کلتکس شورون تگزاکو هستن این کمپانی که کمپانی هایی هستن که شما رو میتونن استخدام بکنن بدید سراغشون چرا اوور کوالیفای بودن نکته منفی است بعد ببین منفی به خاطر اینکه شما مثلا با یه فوق لیسانس و 15 سال سابقه کار برای کار جونیور اپلای میکنید بعد رئیس شما میشه یه آدم مهندس با 5 سال سابقه کار بعد شما همیشه که تو دفتر را میری حس میکنی چون فوق لیسانس داری بعد همه به سلام کنن بعد 17 سال سابقه داری خیلی بیشتر از اون میفهمی مسئله مشکل درست میگی یا اشتباه نمیگی ولی توی اون جا شما شروع میکنی به ناسازگاری با رئیس سیستم هم شما را استخدام میکنه که بخشی از مشکلات رو حل کنید سیستم شما را استخدام نمیکنه که در درون سیستم مشکل در اون سیستم ایجاد کنید برای همین اوور کوالیفاید بودن نکته منفی این که شما درست میگید یه کارمند کاربلد خیلی خوبه ولی به صورت عمومی این کارمنده کاربلد واسه رئیسای بالا دستیشون درد سر درست میکنه خب دکترای مهندسی شما دانشگاه تورنتو چطور رو باید توری کنه که اوور نشه اشاره من دکتر نکنیم بله اشاره من دکتری نکنید ببینید معمولا میگن هر پوزیشنی که شما برایش اپلای میکنید یک لول بالاترش اوکیه تحصیلش اوکی مثلا اگر شما برای پوزیشن اپلای میکنید که مدرک مهندسی میخواد حالا شما فوق لیسانس هم که بذارید اوکی ولی اگه مهندسی میخواد شما دکتری بذارید خوش که شما را استخدام استفاده نمیکنه اگر فوق لیسانس میخواد دکتری بذارید اوکیه توجه میکنید اگه های اسکول دیپلوما میخواد شما فوق لیسانس بذارید اوکی نیست یک نکته نکته بعدی این که فرهنگ کانادایی میگه کسی که دکترا میگیره پی اچ دی میگیره توی رشته ای این به درد تحقیق و تدریس میخوره این عشقش تدریس و تحقیق بوده اون فکر نمیکنه که مثلا حالا شما رو عرض نمیکنم خودم بنده مثلا چون کارگیرم نیمده رفتم حالا یه دکترا گرفتم یا مثلا میخواستم از ایران بیام بیرون یه دکترا گرفتم که اجالتا بیام بیرون این آب پایم کنم و بمونم و کار خوبیه باز میگم سوء تفاهم نشه کانادایی اینو نمیدونه و اینجوری فکر نمیکنه کانادایی میگه یه نفر پی اچ گرفته عشق درس خوندن بوده اوکی پس میخواد بیاد تو صنعت چیکار کنه کسایی که پی اچ میگیرن سخت تو صنعت کار پیدا میکنن حالا اینم جهت اطلاع برای گرفتن جاب در زمینه نفتی بهتره یه ارشد دیگه بگیریم برای گرفتن جاب یا پی انج. ببینید همه اینها برمیگرده به جابی که شما دارید براش اپلای میکنید تکرار میکنم شما اگر برای پوزیشنی میخواین اپلای بکنید که مهندسی لازم داره و جونیور و پی انج نمیخواد دنبال گرفتن ارشد یا پی انج نرید اگر برای پوزیشنی دارید اپلای میکنید که پی انج میخواد یا الیجیبل برای پی انج یا پی انج این پراسس برید دنبالش اگر برای پوزیشن دارید اپلای میکنید که فوق لیسانس میخواد برید فوق لیسانس بخونید اگر پوزیشن دارید اپلای میکنید که فوق لیسانس نمیخواد تو مال فوق لیسانس نرید اینو برای ببینید ممنون بابت توضیح من سوالم این بود که ارشد رو از اینجا بگیرید چون ارشد دارم سؤال نه. سؤال نه 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 هیچ کجا در هیچ جا پستی در کانادا به شما نمیگه ارشدت بعد از کانادا باشه نه نه اصلا این کار رو نکن شما همین کسایی که اینجا درس میکنن راحت تر جا میگیرن نه هیچ ضرورتی نداره کسایی که درست دنبال کار میگردن زودتر کار پیدا میکنن این اینو من میخوام شما بدونید و درست کار پیدا کردنم من بهتون گفتم نشستم تو خونه و با... حالا به شما عر... نه منظورم شخص شما نیست کلی میگم درست کار پیدا کردنم نشستن تو خونه و رزومه ارسال کردن نیست این این پایین ترین سطح کاریابیه شما عق... عق... میگن یارو چی میگفتن میگفتن اسب گم کرده دنبال افسارش عف... میگردی همچین چیزی شما اصل کاری رو گذاشتین کنار و حالا شما نوعی من هممون چسبیدین به اون ده درصد مارکتی که تازه بخش زیاد از جاب پستاش هم فیکه جاب پستای تقلبیه و ما چسبیدیم به اون روشتون درست باشه کار میگیرید نگران نشید میخوام ببینم درست متوجه شدم برای کارهای نفتی بهتره تو استانش بریم و بعد نتورک بسازیم و بعد از تو تورنتو ببینید طبیعیه تورنتو اگه میخواین کار بگیریم برین سارنیا تو دانتان تورنتو نمیتونید باشید و کار پتروکمیکال بگیرید میخواین کار بگیریم پاشین برین نانتیکوک میخواین کار بگیریم پاشین برین نه، اه... نه، کار, حفاری من است. کار حفاری باید برید همون فورت مکموری و اطراف فورت مکموری باید برید آلبرتا بسیار مرسی خواهش میکن من برای چند شرکت ایرانی و عربی در حوزه CSR کار کردم زمینه گزارش مسئله اجتماعی گزارش پایداری میخواستم اینا کمپانی نیاز دارم بله من اگر شما به من بفرمایید آقای احسان اون تایتل شغلی شما چی بوده حالا من اینا رو نمیدونم این به انگلیسی چی میشه اگه تایتلش رو برای من تایپ بکنید یا بعدا به من تکست بزنید میتونیم بیشتر در این زمینه صحبت کنیم ببینیم مثلا داستان چی بود کاریابی در حوزه نفت و گاز محدودیت از نظر الزام به داشتن اقامت دائم هست یا نه ام... نمیتونم بگم نه نمیتونم بگم آره والا نمیدونم من فکر میکنم که نه اگر که اون کمپانی نیاز داشته باشه و شما روی اوپن ورک پرمیت باشید اگر من درست حد سده باشم و پی آر ندارید یا سیتیزن نیستید یا ورک ویزا دارید نه تنها چیزی که ببینید شرکت ها رو روی این اوپن ورک پرمیت نگران میکنه یا روی ورک ویزا این است که طرف میگه از کجا معلوم شما بعد دو سالی که از این ته داستان مونده در کانادا بمونی میدونی از کجا معلوم اومدی اینجا دو سال کار کردی و بعد به خاطر مسائل قانونی اقامتی مجبور شدی بری اوکی؟ این این براشون مهمترین ساله اگر مطمئن باشن شما میمونید که شما را استخدام میکنم مشکلی نداره از کتاب کتابخونه فلان سلام سلام من احسان هستم ممنون از توضیح خوبتون و ارائه خیلی خشت. عالیتون خشت. در مورد این CSR که من نوشتم بحث همون کورپورات سوشال ریسپانسیبلیتی بود گزارش که تو حوزه حالا بحث مسئولیت اجتماعی بحث در واقع رابطه شرکت های حالا نفت و گاز و پتروشیمی با حوزه اینوایرومنت بله. و این بحث ها بله. گزارش ها شرکت تهیه میکنن که حالا تو ایران یا تو شرکت عربی و اینا هست ببینم اینجا شرایط کار چجوریه اینا نیاز دارن به اینا یا اینا رو وارد بخش خصوصی میکنن یا خودشون اینا تهیه میکنن من تا حدود متوجه شدم شما چی میگید من فکر میکنم چون شرکت ما خودش داره این کورپرات ریسپانس سوشال رو داره من خودم کارمند شرکت پترو یا همون اچ اف سینکلرم ولی حتما شرکت بزرگترم اینو دارن من باز توصیه میکنم جانم شد اوکی. من توصیه میکنم همون 416 تا شرکت رو واقعا نگاه کنید رتبه بندی کنید اون پوزیشنی که تو اون شرکت عربی یا ایرانی هست یه جورایی کپی پوزیشنیه که اینجا هست یعنی با کمال احترام به خودمون و اونور دنیا اول اینجا تولید میشه این کانسپت بعد منتقل میشه میره جای دیگه برای همه حتما هست اینکه حالا واقعا چند نفر در سال میگیرن و اینها من نمیدونم من توصیه میکنم که Uh, شروع کنید به نتورک کردن شروع کنید به تحقیق کردن و برید جلو ممنون ال... خواهش میکنم uh, از لینک کتابخانه دیجیتال لایبری عبارت ازا... ببینید من نمیدونم کجا رفتید فقط داستان این است که uh, بذارید من ساین لاگ کنم یه تب دیگه باز کنم اینو ببینید شما ای بابا خب ببینید سیستم من اینجوریه وقتی این کار رو انجام میدم من اینو سیستمم سیف کردم ای بابا وارد میشه خب بذارید من چیز نشونتون بدم اینجا توی تورنتو پابلیک لایبری هرکی دسترسی داره اینجاست اوکی تورنتو پابلیک هر کی دسترسی داره این الان یه یک دو ماهی که به خاطر سایبر اتاک در دسترس نیست ولی اگه اسکرول داون بکنید اینجا یه لینکی داره که هست اسکاتس بزنس دایرکتوری ایناش روی این لینک کلیک بکنید شما وارد وارد یه صفحه میکنه اینجا اون کد در دوازده رقمی کتابخونه تونه که بزنید میتونید واردش بشید اوکی من نمیدونم شما از چه روشی این کار انجام دادید ولی با کتابخونه محلتون تماس بگیرید و ببینید که چگونه است بعید میدونم دیجیتال لایبرری داشته باشه بعد کتابخونه باش چون این اشتراکش سالی هزار دلاره دیگه بالاخره بعد پولش در بیاره اسکاد از ایکش. پرسیدن که برای با هم به یه سوال رو... اوکی. ببینید من یک کتابی رو بهتون معرفی میکنم به نام 2021 سالری گاید حالا من سعی میکنم بازشم هم بکنم همینجوری که با شما صحبت میکنم Uh, بازم این یکی از سابجکت هایی که ما توی اون کلاس درس میدیم بیس و ایناش. اوکی. خب ببینید یه کتابی حدود 380 صفحه است مال سال 2021 این کتاب رو مؤسسه رندستاد سرهم کرده که یاد بزرگترین ریکروترهای کانادا است استان به استان تایتل به تایتل انتری لیول، میت لیول، سینیور لیول حقوق شما رو مشخص کرد اوکی؟ پس شما میتونید برید مثلا استان اونتاریو بگید مثلا سی ماشینیست جونیور لیول ساعتی چقدر میگیره؟ سینیور چقدر میگیره؟ پنج, سال، پنج سالش چقدر سه سالش چقدر؟ وقتی این کتاب داشته باشید دیگه میتونید ببینید که چقدر تجربه دارید و حقوقتون چقدر خواهد بود؟ کارم بین سازی کنترل کیفی آماری تولیده در از اینجا اینجا سابقه کاری ندارم ولی رزومتون رو خان... آقای ق... خانم قمر برای من رزومتون رو بفرستید من ببینم که داستانتون چی بوده کمپانی ها جان من حسینم من پیغام دادم ببخشید اینجا مدام چون خیلی وقت پیغام دادم سوال داشتم او اگه... من شما رو نگاه نکردم پیغامتون احتمالاً نگاه نداره اگر وقت داری الان میگم اگه صبر میکنم سوالتون من ازش رد شدم یا هنوز بهش نرسیدم نه به من نرسید من فقط نمیشم سوال دارم چون باید خب حالا سوالتون رو بپرسیم ببخشید عرض کنم که منم سابقه 40 ساله دارم تو نفت و نفتوگاز اومدم دو, دو ساله بیشتر کارم هم در واقع مدیریت پروژه بود از البته بیشتر هاونر بیشتر برای 4 سه تا دو تا پروژه هم به صورت کانترکتور بود بله. و سن هم همون هفتاد ساله خدا افتاد میکنم خوبی دارم خودم از نظر خودم از خودم بودم موفق بودم از اول پروژه پتروشیمی در پتروشیمی هران شروع کردم تا رسته به مدیت توسه و فلان و اینا حالا اصلا سوال کدی من با توجه به موضوع چی ما رفتن حالا یه ماه شما رو پیدا کردم خوش وقتانه اصلا فکر کنید برای من چند هست که من برم دنبال این در واقع کار در اویلن الان تو منکو برم اویلنگی از خیلی هیچ شما رو با توجه به سنه استخدام نمیکن شما از سنه بازش از تو کانادا عبور کردید بب... شما تنها کاری که میتونید بکنید اگر دوست دارید فعالیت تجاری کنید یه شرکت ثبت بکنید حالا یا سول پراپرتی یا اینکورپریشن یه وبسایت بزنید خدماتی که دارید لیست بکنید شروع کنید تو همین مؤسساتی که نام بردم نتورک بکنید آدم پیدا کنید بگید من... به عنوان ساب کانترکتور کار پروجکت منیجمنت کاس کنترل هر کاری که تو زمینه پروجکت هست رو براتون انجام تمام شد رزومتون هم اپلود میکنه توی وبسایت که حالا اون دیگه داستانای خودش رو داره دیگه که وبسایتشون محتوطش... جان میشه اسمش توی چت بذارید اسم... اسم سایت اسم سایت رو نگفتم گفتم یه دونه وبسایت شما باید درست کنید اه خودتون رو به عنوان یک شرکت معرفی کنید شرکتتون میتونه سول پراپرتی باشه میتونه اسمش نام باشه کمپانی اینکورپریتد باشه هر کدوم خوبی بعدی خودش داره یه حسابدار همه اینا رو میتونه براتون توضیح بده شرکت رو سب میکنید بعد میرید سراغ همین شرکت های مثلا همین اساس توی همین ها با افراد و شرکت ها اینجا نتورک می کنید خودتون و خدماتتون رو معرفی می کنید پروژه میگیرید انجام میدید ولی اینکه شما در سن هفتاد سالگی بتونید در شرکت کانادایی کار بگیرید نشدنی اصلاً که من من بخش عظیمی از کارم در مورد خرید و اینسپکشن بوده چون پروژه ها رو تقریبا میلیاردها مل... دلار اینوال بوده در حال ببین همه اینا رو داخل اون وبسایت می توضیح میدیم و کار می. کامرشال و پروکیومنت چون تجربه خوبی یه دون زمینی هم دارم یا مهندسی ببخشید سوالت این که برید کامر... کار کامرشال یا مهندسی پروکیومنت من کار کردم دیگه تو تمام پروژه اجناس خریدیم هم, هم کردیم موردیم تا رسوندیم به باید بردیم تا نصف و من خود ر... مدیر تدارکات و ها هم بودم حالا میگم باید رجوع سرسال و تجربه شما یا تجربه شما اینه که برم تو کار پروکیومنت و کامرشال یا مهندسی ببینید شد. کار مهندسی شما بعد پی اینج داشته باشید یا یه مهندس پی اینج انتخ... استخدام کنید بعد سی آف ای میخواد سرتیفیکیت آف یه چیزی اشورنس بعد میرید کار مهندسی انجام میدید دوست دارم کار خرید و فروش انجام کار خرید و فروش انجام اون دیگه به سلیقتون ربط دارید آم... موفقیت رو میخواستم ببینید شانس موفقیت بستگی به نتورک کردن شما داره شما اگه خوب نتورک بکنید خوب ادورتایز بکنید تو مهندسی موفقید خوب نتورک کنید خوب ادورتایز بکنید تو پرکیومنت موفقید اینجا اینجا اپورتونتی تو دلتون هست هست اپورتونتی دلتون بخواد Heech... هست هیچ خب آیا کمپانی ها ترنینگ دارن بله کمپانی ها معمولا شما رو که استخدام میکنن یه مینیمومش در حد سیفتی در حد که شما رو دوره های آموزشی بفرستن اینها رو دارن ولی خب شما برای اینکه شغل رو بگیرید بایستی یک مینیمومی رو داشته باشید در مورد پی انج من جون هزینه رو دادم هنوز خبر نشده والا من خبری ندارم از کارهای پی انج. آقای امانی بهتر از من میدونن خانم سارا شرکت برایشون مهمی که کارمنده بعد دوستان مثلا برن یا بمونن کانادا برای اینکه خانم روشون سرمایه گذاری میکنن در سیستم کانادا میگه شما زیر پنج سال که در یه شرکت کار میکنی هنوز ریترن آف اینوستمنت نکردی زمان و وقت زیاد برای استخدام شما و برای آموزش شما و یادگیری شما تو این شرکت صرف میشه بعد دو سال بخوایم ول کنیم بریم خب سرمایه شرکت هدر رفته دیگه مرسی آقای بهروز شما ریفرال مهمه به شرط اینکه شما مینیموم رو میت بکنید ببینید ریفرال اینجور نیست ببینید یه من بگم ریفرال و نتورک و پارتی بازی با هم فرق میکنه اینجور نیست که یه نفر بیاد چون من رفیق سامی میشم منو برای یه کاری ریفر بده اوکی؟ یک نفر که میخواد ریفرال شما بشه بعد بدونه که شما از عهده اون کار برمیایید توجه میکنید پسر خاله بازی نیست من شده که یک فرد کانادایی ریفرال من شده نه با هم مدرسه رفتیم نه بابا ننمون یکی بوده نه خانواده بودیم نه مسافرت می رفتیم نه دوستم بوده فقط تو محیط کار بنده رو دیده شناخته و من رو تونسته به جای دیگه معرفی کنه پس بحث ریفرال مهمه بحث پسر خاله هم نیست بحث این است که اون فرد بعد شما رو بشناسه و شما مینیمم اون کار رو بتونید انجام بدید سارا کلاسایی که میگن در توضیح دادیم بله این کلاس ماهی یه بار برگزار میشه حالا چون این جلسه من در خدمت اساتید فناوران هستم قصدمون نیست اون کلاس هم مجانی زمینن و پولی نیست میتونید روی این یوتیوب تو یوتیوب خود فناوران کلاس که من برای فناوران انجام دادم هست میتونید تو یوتیوب فناوران پیداش کنید یوتیوب خود منم هست اونجا هم شش تا ویدیو نیم ساعت هست میتونید پیدا کنید کلاس ها ماهی یه بار برگزار میشه من معمولا با بنیادهای خیریه یا ارگانهای نان فور پروفیت مثل فناوران کار میکنم جلسه میذاریم یه کلاس چهار ساعت پنج ساعت هست تقریبا برای ماه ژانویه میخوایم در بنیاد خیریه پریا بذاریم حالا ببینیم میشود یا نمیشود وبینار ضبط میشه بعدا در دسترس قرار میگیره